شایع‌ترین سردردهای اولیه. بسیاری از ما دردهای ناراحت کننده و دردآور را تجربه کرده ایم. در واقع انواع مختلف از سردردها وجود دارند که تعداد آنها 10 تا هستند، اما در این ویدیو 5 تای آن را بررسی میگیرم و در ویدیوی بعدی متوقع را برای شما تبیین خواهم کرد. سردردها قرار درد می باشند. 1. سردردهای تنشی. 2. سردردهای خوشه‌ای. 3. سردردهای مگرینی. 4. سردردهای ثانویه. 5. سردردهای ناشی از آلرژی. یک، سردردهای تنشی. اگر به سردرد تنشی مبتلا هستید، ممکن است احساس مانند منگی و درد شدید را در سر خود داشته باشید. درد سرهای تنشی اصولاً ضربان‌دار نیستند. حساس شدن گردن، پیشانی، پست سر یا عضلات شانه ممکن است همراه با این نوع سردرد رخ دهند. هر فرد می تواند به سردرد تنشی مبتلا شود و محرک این نوع سردرد معمولاً استرس می باشد. در زمان تجربه چنین دردی می توانید از مکمل های بدون نسخه مانند آسپرین، آدویل، ناپروکسن و استامینوفن استفاده کنید. در صورتی که داروهای بدون نسخه نتواند سردرد های شما را درمان کند، پزشک ممکن است از داروهای دیگری که نیاز به نسخه پزشکی دارند برای شما تجویز کند. 2. سردردهای خوشه‌ای. سردردهای خوشه‌ای بسیار دردناک هستند. این نوع سردرد معمولاً در یک چشم یا پشت چشم و در یک طرف صورت رخ می‌دهد. گاهی اوقات تورم، سرخی، گرفتگی و تعرق می‌تواند در طرفی که تحت تأثیر سردرد قرار دارد رخ دهد. گرفتگی بینی یا جمع شدن اشک در چشم ممکن است در همان قسمت صورت رخ دهد. سردرد خوشه‌ای معمولاً به سرعت در عرض 5 الی 10 دقیقه به حد اکثر شدت خود میرسد. هر سردرد میتواند حدود 15 الی 3 ساعت باقی بماند. تقریباً همیشه در یک طرف سر ایجاد میشود. وقتی یک دوره سردرد خوشه‌ای فروکش کرد و دور بعدی شروع خواهد شد. درد میتواند سمت مقابل سر را درگیر کند، اما این مسئله به ندرت اتفاق می افتد. سردردهای خوشه‌ای در ماه‌های خزان و بهار بیشتر رخ می دهند و مردان را 3 برابر زنان دچار می سازد. پزشکان مطمئن نیستند که چه عوامل موجب این سردردها می شود، اما راه‌های مؤثر برای کاهش علائم این مشکل شناسایی کرده اند. پزشک شما ممکن است برای تسکین درد اکسیژن درمانی، سوماتریپتان یا بهیسی موضوعی لیدوکائین را توصیه کند. کورتیکوستروئید ها، ملاتونین، توپرامات و مسدود کننده کانال کلسیم ممکن است سردردهای خوشه‌ای شما را در یک دوره بهبود قرار دهد. 3. سردردهای میگرینی. سردردهای میگرینی معمولا ماهیت ضربان در عمق سر دارد. این نوع سردرد ممکن است روزها باقی بماند و شما را از کارهای روزانه تا حد قابل توجه محدود کند. میگرن معمولاً ضربان‌دار و در یک طرف صورت رخ می‌دهد. افرادی که سردرد میگرنی دارند اغلب به نور و صدا حساس هستند. حالت تهوع و استفراغ نیز در این نوع سردرد معمولاً رخ می‌دهد. میگرن می‌تواند با اختلالات بینایی همراه باشد. تقریباً از هر 5 نفر یک نفر این علائم را قبل از شروع سردرد تجربه می کنند و معمولاً به آنها حالا گفته می شود ممکن است موارد زیر را ببینید: چراغ های چشمک زن، چراغ درخشان، خطوط زگزاگ، نقاط کور، ستاره ها. حاله ها همچنین می تواند شامل سوزن شدن در یک طرف صورت یا در یک بازو و مشکل در تکلم باشند. با این حال
علایم سکته مغزی می تواند میگران را نیز تقلید کند. بنابراین اگر هر یک از این علایم برای شما جدید است، باید فوراً تحت مراقبت های پزشکی قرار بگیرید. حملات میگران ممکن است در خانواده شما رخ دهد یا ممکن است با سایر شرایط سیستم عصبی همراه باشد. زنان 3 برابر بیشتر از مردان به میگران مبتلا می شوند. افراد مبتلا به اختلالات استرس پس از سانحه همچنین خطر میگران را افزایش می دهند. برخی از عوامل محیطی اختلال در خواب، کمبود آب بدن، نخوردن وعده های غذایی، نوسانات هورمونی و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی از عوامل شایع میگران هستند. 4. سردردهای ناشی از آلرژی یا سینوزی. سردردها گاهی اوقات در استرس در اثر واکنش آلرژی اتفاق می‌افتد. درد ناشی از این سردردها اغلب در ناحیه سینوزی و جلوی سر شما رخ می‌دهد. سردردهای میگرنی معمولاً به عنوان سردردهای سینوزی تشخیص داده نمی‌شوند، اما در حقیقت تا 90% سردردهای سینوزی در واقع میگرن هستند. افرادی که با آلرژی فصلی مزمن یا سینوزیت مبتلا هستند، مستعد ابتلا به این نوع سردردها هستند. اسپری های استروید بینی ضد احتقان های OTC مانند فنل آفرین، سودافید PE یا آنتی هستامین مانند استرزین، زرتک دی آلرژی احتقان ممکن است به درمان این نوع سردردها کمک کند. سردرد سینوزی همچنین می تواند از علایم عفونت سینوزی باشد. در این موارد ممکن است پزشک برای از بین بردن عفونت و تسکین سردرد و سایر علایم آنتی بیوتیک تجویز کند. 5. سردردهای هورمونی. زنان معمولاً سردردهایی را تجربه می کند که با نوسانات هورمونی مرتبط است. قاعدگی، قرص‌های جلوگیری از بارداری و بارداری همگی بر میزان سطح استروژن شما تأثیر می‌گذارند که این امر می‌تواند باعث سردرد شود. آن دسته از سردردهایی که به طور خاص با چرخه قاعدگی مرتبط هستند به عنوان میگرن قاعدگی نیز شناخته می‌شوند. این نوع سردردها می‌تواند قبل یا بلا فاصله از قاعدگی و همچنین در حین تخمه‌گذاری رخ دهند. مسکن‌های OTC مانند ناپروکسن و داروهای تجویز مانند فرواتریپتان می تواند برای کنترل این نوع سردرد تجویز شوند. تخمین زده شده است که حدود 60% از زنان مبتلا به میگرن سردردهای قاعدگی را نیز تجربه می کنند. بنابراین داروهای جاگزینی ممکن است در کاهش سردردهای کلی در ما نقش داشته باشند. تکنیک های آرامسازی، یوگا، تیوی سوزنی، داشتن یک رژیم غذایی مناسب می تواند و جلوگیری از سردردهای میگرنی کمک کند. این بود قسمت اول سردردها خدمت شما تقدیم کردیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.